مورد هم همراه میشیم با امیده معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با ما همراه شدن. آقای معماریان خیلی خوش اومدین. دیشب هم در این مورد صحبت کردیم. بالاخره یک طرح موقت به دست اومد و قراره بر اساس این طرح موقت تا اواسط ماه نوامبر بودجه دولت تامین بشه. چقدر احتمال داره تا اون وقت در نهایت توافق حاصل بشه برای تصویب بودجه؟ برای همچنان اختلاف نظرها در خصوص موارد مختلف بودجه وجود داره و این اختلاف بین بخش‌های مختلف حزب جمهوری خواه هم همچنان هستش. اون چیزی که الان اتفاق افتاده این هستش که به هر حال نیمه شب امشب که الان دیگه ازش یک ساعت گذشتیم، دیگه دولت متوقف نمیشه تامین منابع مالی کردن پروژه هاش. به صدها هزار نفر از کارکنان دولت بدون حقوق نمیمونن و دولت میتونه به کارش ادامه بده تا اینکه بتونن که نمایندگان به یک توافق برسن. نکته که در این به هر حال طرح 1.5 ماهه برای ادامه کار دولت وجود داره این هستش که علارغم این که مجلس نمایندگان آمریکا اکثریتش با جمهوری خواهان هست، ولی رئیس مجلس نمایندگان در واقع طرحی رو دادش که حدود 90 نفر از همحزبیای خودش بهش رأی منفی دادن و این رأی دموکرات‌ها بود که باعث شد که این طرح موقت از مجلس نمایندگان رد بشه، تصویب بشه، به سنا بره، در سنا تصویب بشه و توسط آقای بایدن امضا برسه. و این نشون دهنده شکافی که هستش که در داخل حزب جمهوری خواه هست. باید دید که در طی 1 ماه آینده آیا باز رئیس مجلس نمایندگان طرحی رو ارائه خواهد کرد که نیازمند رأی دموکرات‌ها خواهد بود، یا اینکه اساسا ممکن استش که ایشون توسط گروه افراطی حزب خودش از ریاست مجلس نمایندگان اینجوری به کنار بره و ما وارد یک فضای دیگه در سیاست آمریکا بشیم، در مجلس نمایندگان بشیم که در اون بر سر این که چه کسی قرار هستش که هدایت کنه مجلس نمایندگان رو دعوا و بحث و بررسی بشه. بنابراین از این جهت خیلی چشم‌انداز روشن نیست و باید که توی هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. خب آقای معماریان، در یک دهه اخیر چندین بار به دلیل اختلاف بر سر تصویب بودجه دولت فدرال در آمریکا تعطیل شده. خب چرا یک راه حل کلی سنجیده نمیشه برای جلوگیری از تکرار این موضوع؟ خیلی کار عجیبی هم هست، اتفاق میفته. به هر حال بودجه که میاد به مجلس باید تصویب بشه و نباید که اونجا نمایندگان بتونن که این بودجه رو نگه دارن در حدی که باعث بشه که کار دولت متوقف بشه، چون که مثلا این بودجه که دولت میگه وقتی میگه متوقف میشه، میلیون ها نفر هستن که به هر حال از چه سربازان دولت هستن، خانواده هاشون، کارکنان موزه ها، دفاتر قضات، نمیدونم دفاتر قضایی، بسیاری پارک های ملی، اینا همه کارشون مختل میشه. بنابراین مسئله این هستش که در سیاست ها آمریکا این گزارش شده که وقتی که میخوام اونجا تصویب کنن، نمایندگان میتونن برای این که اهرام فشار داشته باشن رو دولت، بخوان که اون بخشی که خودشون براشون به هر حال مهم هستش که از سیاست گذاری تقویت بشه، دست ببرن تو بودجه و اونا رو تقویت بکنن و یک به هر حال معامله بکنن با سنا و با رئیس جمهور که بتونن که اون موارد سیاست گذاری مورد نظر خودشون جلو ببرن. و این اتفاق میفته وقتی که یک گروهی حاضر نباشه که به هیچ عنوان مصالحه بکنه در قبال به هر حال یک قسمتایی رو قبول بکنه، قسمتایی رو امتیاز بده. در این شرایط هستش که اتفاق میفته. متاسفانه در طی سالهای گذشته ما با این مسئله مواجه بودیم. الان یه گروهی هستش که به هر حال در سر برخی از امتیاز دادن ها بسیار سختگیری میکنه و از این جهت ما با این شرایط بسیار بحرانی در طی روزهای گذشته مواجه شده بودیم.